سلام، باز هم انتقام گرفتیم. انتقام ایران ادامه داره. اعلام شد دقایقی پیش که دو تا از افسران بلند رتبه موساد در ابوظبی به هلاکت رفتن. اینو خبرگزاری نزدیک به سپاه هم اعلام کردن. کانال 12 رژیم جعلی هم اعتراف کرد. قربون تو برم دلاورانی که یکی رو با 10 تا جواب میدن، با 20 تا. اینا باید تاوان بدن. یادتونه دیروز تو پستم گفتم که انتقام گرفتیم که همین که اومدن این پیمان صلح ابراهیم، اومدنشون در امارات، در بحرین، در اقلیم باعث شده که پخش بشن و دست ما واسه زدنشون، واسه نمیدونم گرفتنشون به جاسوسی باز شده. گفتم که چند وقتی یه بار میگن تو ابوظبی یک کپسول گاز پوکیده، چند تا صهیونیست رفته هوا. ای والله دلاوران، حال کردم انصافا. هرچی از این رژیم جعلی به قول معروف از این ماموران اطلاعاتی آدمکششون که دستشون به خون دانشمندان ما و وطن پرستان ایران، مدافعین وطن، مدافعین حرم آغشته است، اینا باید به درک واصل بشن. چند وقت پیش رئیس ستاد مشترک ارتش سابقشون با پررویی اعلام کرد که ما هم نقش داشتیم در ترور فرمانده سردار دلها. زجکشتون میکنیم، شما باید تاوان بدید. و همین که چند روز یه بار چند تا از افسرانتون میره رو هوا، نشون میده که ایران دست برتر داره. ولی نکته جالبی که دیروزم بهش اشاره کردم، بعد رسانه‌ای ایرانه که به شدت فعال شده دیگه. قبلا همه چیز مخفی بود، غیر علنی، الان علنی هم میکنیم. باکی نداریم، که ما باکی از کسی نداریم. ببین دوستان عزیز، مثلا دیروز پریروز بود در اربیل، مثلا رئیسش جوخه ترور. کجای دنیا جوخه ترور داره اسم علنی با شناسه مشخص؟ مگر نمیگن تروریست جرمه، محکومه؟ اما رژیم جعلی جوخه ترور داره و این اعلام میکنه و هیچ کشورهای غربی و آمریکا هیچ به قول معروف چیزی هم نمیکنن و اعتراضی نمیکنن. آقا علنا وقتی میاد به ترور شهید فخری زاده اعتراف میکنن، این یعنی تروریست دیگه. چرا آمریکا و اروپا محکومش نکردن؟ اصلا کار این رژیم دوستان عزیز با تروره، با آدمکشیه. و هر چیز از این پدر سوخته ها بکشی، یعنی به ایران عزیز ما خدمت کردی. ولی دست برارو باز، ماشاءالله. باید اینجا به زبان لوری گفت اب براره. پریروز دو تا از فرمانده هاشو به درک واصل شد، امروز اعلام شد دو تا هم تو ابوظبی. در به داغونشون کردی دلاوران. سلام فرمانده. ای والا خواستم این خبر خوب با شما قسمت کنم که دلاوران ما چه دست برتر رو پیدا کرده، چه سیلیای آبدار. وقتی من میگم ایران در برخورد با اسرائیل دست برتر رو داره و این جیغای بنفش اسرائیل، آی ما میخوایم بزنیم، آی میخوایم فلان جا، شما اگر مرد زدن بودید اعلام نمی کردید، میزدید. مگر عراق زدید، سوریه رو زدید، اعلام میکردید. ولی معلومه مرد زدن نیستید، ترس دارید. و به قول یکی از رسانه ها خودشون، آقا نگید این میزنیم، زمان نتانیاهو 20 ساله میگید میزنیم، میگه نمیزه. آبرو خودتون رو میبرید، عیارتون باز شده دیگه. کسی حرفاتون تو خود رژیم جعلی هم صهیونیست هم حرفا شما رو باور نمیکنن. به ایران ضعیف گذشته خداحافظی کنید، ایران جدید، ایران قدرتمند، ایران بالنده، ایرانی که یک بلوک اقتدار داره در منطقه. کسی دیگه حریف این ایران نمیشه. دستی که نمیتونید قطعش بکنید، بیایید ببوسیدش. به زودی شما باید تشریف بیاین، رهبران کشورها عربی رو میگم، بن زاید، بن سلمان، بیایید دست عزت نشان رو بوس کنید بره. شاید بخشیدیمتون. ما ایرانی‌ها دلشون بزرگه، ما دلمون بزرگه، ما بخشنده ایم، ما پناه بی پناهانیم، ما فریادرس بی صدایانیم، ما طرفدار مظلومینیم. بیاید غلط کردن بگید ما بی بخشمیتون. و اعلام شده تا اطلاع ثانوی امارات نرید. نفتالی بنت واسه تو هم داریم، به قول لورا میگه من کاسکلی. شما باید تاوان بدید و برید شنا یاد بگیرید. برید شنا یاد بگیرید، خیلی به دردتون میخوره. طول عرض مدیترانه رو باید شنا بکنید،
داریم به ساعت صفر هم نزدیکتر میشیم. اینا خودشون هم میدونن ضرباتی که از ایران دارن میخورن هولناکه. متا اینا با امپراتوری رسانه‌ای که دارن و اینکه قبلا فعالیت ایران غیر علنی بود، شنونده دوچار خطای محاسباتی میشد که گویی نه، مثل اینکه اونا دست برتر دارن. ولی حالا ما وارد فاز رسانه هم شدیم، چپ و راست داری میزنیم تو دهنتون. درود به دلاوران ما در حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر دلاورانی که واسه اقتدار ایران در کشورهای اطراف جونشون رو به خطر میاندازن و این مزدوران آدم کشانو که دستشون به خون فرزندان این ملت آغشته است، دست ناپاک و کثیفشون اینا رو شکار میکنن، اینا رو تنبیه میکنن. حالا دیروز دوستان گفتن ترور نه، ما ترور نکردیم، ما قصاصشون کردیم، ما تنبیهشون کردیم، تاوان جنایتشون دادن و دیر نیست که رهبرانشون هم تاوان این جنایت رو خواهند داد. نه پمپئو خواب راحت داره، نه برایان هوک، نه بی بی نتانیاهو، چون میدونن که ایران هر حرفی رو بزنه بهش عمل میکنه. خوشبختانه در زمانه زندگی میکنم که ایران ضعیف رو پشت سر گذاشتیم و ایرانی است که وقتی که یک تهدیدی میکنه، زورگویانی که ایران قبلا پل پیروزیشون بود شب خواب ندارن از ترس و وحشت. ای والا پاینده باد ایران عزیز، جاوید باد ایران عزیز، در سایه رهبری آگاه، خردمند، باهوش، آینده نگر تمام نظم لیبرالیسم و امپریالیسم زیر رو کرده آقای خامنه‌ای. و خواستم بازم خوشحالیمو با شما قسمت کنم دوستان عزیز که ایران تو ابوظبی هم دوتا از فرماندهانشون و موساد رو به درک واصل کرده، تا اطلاع ثانوی رفتن به امارات ممنوع، به اقلیم کردستان ممنوع. پای پیمان سال ابراهیمتون چی شد؟ لنگ در هوا شد؟ ایران عزیز ما به پیش میره، به کوری چشم دشمنان چش تنگ، به کوری چشم اونایی که نمیتونن ببینن، برن گمشن، دورشن، هلاکشن. ایران مثل بولدوزر موانع از سر راه بر میداره. گوش بی پشای سنم ندید، علی جوان مردی و رضا پهلوی و رضا پهلوی میره جشن پوریم که همون جشن ایرانی کشونه به صهیونیستا تبریک میده. خاک بر سر شاهزاده گدا، پولکی دوزاری کم خوردید از مالی ملت، هنوزم میخوای؟ بیشتر میخوای؟ احمق، برو تاریخ بخون. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.